اولین باری بود که بانوان ما و دختران ما رفتن داخل استادیوم نشستن، اونم یه قطعه کوچولو تو هم نشسته بودن، گفتن هیچی نگو همجا بشین، گل زدن نزدن نه سود نه جیغ، هیچی نگو، چون خیلی هاشون مرد بودن علکی لاشون نشسته بودن، اینا انداختم بهشون، یعنی فیک بهشون انداختم، 50% مرد بود. بعد تازه ما اونجا فهمیدیم که اینا، این بازیکنای تیم ملی، همون موتور سوارایی هن که جلو دبیرستان دخترانه تکچرخ میزدن. دیدی بازیشونو؟ این این سوباسا میپره دو هوا میشه هلیکوپتری میگو بگی کاکه رو میزد. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. هر تنی یه بلاییه که ممکنه برای ما به وجود بیاد. همه چیمون فرق میکنه، تا حتی فیلم و سریال های ما با همه جای دنیا فرق میکنه. در قسمتی از یک فیلم ایرانی مادره داره گریه میکنه، پسر میره پدر رو بغل میکنه. دیدی؟ مادر واقعی خودش خدا میدونه. یه محدودیت هایی هست من نمیدونم، شاید شما نمیدونی، اما خب سریال های ما و فیلم های ما روی بچه هامون تأثیرش یه جور دیگه است. دوستی میگو بیرون فلافل خورده بودم، حالت مسمومیت بهم دست داده بود، جلو پسر 4 سالم اوق زدم، گفت بابا حامله ای؟ و میبینم اذهان شما رو به راحتی میخونم. وقتی کلاس های ذهن خوانی میرفتم هرگز تصور نمی کردم به این زودی مثل همچین شبی بیام و به این راحتی ذهن شما رو بخونم. که داری قضاوت میکنی پسر چی میگه اون بالا شعر رو بر میگه، شعر رو بر میگم نداره، تو بخن شاد باش من خوشحالم. قضاوت عجولانه میکنیم. دوستی میگو با رفیقم سر خیابون وایساده بودم، یه آقای رد شد به این رفیق ما سلام داد، بهش گفتم این اسکل مشنگه کی بود؟ گفت دامادمونه. میگو انقدر خجالت کشه. آخه چه حرفی، چه قضاوتیه؟ قضاوت سری میکنیم. دختره نشست تو تاکسی بغل دوستش، از نامزدت چه خبر؟ گفت اون دیگه نامزدم نیست. گفت بهتر، کثافت حمال آشغال، شکل میمونا بود انتر، بی سواد، هر وقت میدیدمش حالم ازش به هم میخورد. گو بابا نام زدم نیست، یعنی با هم ازدواج کردیم. کارمون عجیب غریبه. همه چی فقط در ایرانه که منشی دکترها از خود دکترها خودشونو بیشتر برای شما میگیرن. آقا مشکلتون چیه؟ گفتم صداتون میکنم. بعد میری تو مطب دکتر میگه چای میل داری؟ مثلا خیلی میل. اون خیلی با کلاس داره، از من تعجب میکنه. به قول دوستی میگه بعضی از این خانمای پرستار جوری به آدم آمپول میزنن انگار 90% مشکلات زندگیشون مقصر مایی. سیار حالی مثل که موسیقی زیاد دوست دارین، اینجوری که من قلقتون دستم اومد. موسیقی سبکای مختلف داره، سنتی، کلاسیک، پاپ، جاز، بلوز، راک، رپ. چی بخونم براتون؟ به قیافهاتون نمیخوره. محدودترش میکنم. به من بگید سنتی بخونم یا پا؟ پا. سنتی پا. چون که لجبازی، انقدر لجبازی که منم لجبازم، انقدر لجبازیم رو پاکت ساندیس نوشه از این بالا باسد از هوا میکنیم. خودت ببین چه کار میمن، کاری باید ندارم. عجیبن غریبا دارم میگن من یه دقیقشی واقعا، اما اشکالی نداره. اکثرا گفتن پاپ، پاپ رو شاد بخونم یا غمگین؟ وای خدای من چقدر بعضیا خجالتی ان. میخواد بگه شاد، منو نگاه کن شاد. واسه چیزی که خودت میگی. آقا اصلا شاد مجاز بخونم یا غیر مجاز؟ خب مجلس بیریاست، ماشاءالله همه اهل دلن. خوشتون نیاد عزیزان؟ میگی دستم میزنی، بعدن شما میرین خونه هاتون منو میبرن. بله پس من چی؟ خلاصه داشتم براتون میگفتم. آخه جالبه میگفتم بس این چیزا شد. در ایران وقتی یک زن خیلی خوب کار میکنه بهش میگن مثل یه مرد کار میکنه، لامصب. اما وقتی یه مرد خوب کار میکنه میگن مثل یه خر کار میکنه، لامصب. چقدر فرق میکنه؟ شما میخواه الان من خرم کنه؟ نمیشه اینجوری. این یه نوع تبلیغه،
یه نوع تحریکه. تبلیغاتمون هم دیدی با همه جای دنیا فرق میکنه. از وقتی تنتاک خریدم اخلاق شوهرم خیلی خوب شده، درسای بچه‌م هم خوب شده، پوست صورتم هم خیلی خوب شده. این تبلیغه. یا اون کرم حلزون معلوم نبود چی بود، میگو میزدی پوستتو مثل کرگدن میکن. تبلیغات بزرگ نمایی عجیب قریب. اما گفتین موسیقی، موسیقی سب کن. من خواننده که نیستم، من یه شومن، I'm showman. I'm stand-up comic. I usually wake up in the morning, miss the time. Stop the world and I'm at the potential center for people on night. To rain it cannot. چرت و پرت دارم میگم. به جون خودم داشتم چرت و پرت میگودم، همه حواسو همینجوری. حرف جدی میزنم به همدیگه، حرف میزن نگاه میکن. از بس لجبازیم خدا میدونیم. من یه شومنم، خواننده نیستم. کارهایی که خواننده ها انجام میدن واسه من پیش به افتاده است. به جون خود خیلی ساده است. کاری نداره از هر خواننده قدیم سنتی بخونم، از شهرام ناظری. یک شب آتش در نیزدانی فتاد. چی کاری نداره؟ حساب کار من رو نمی کنی؟ خلاصه این که دوستی به من میگفت حسن، خطرناکه حسن، میگفت روزی اگه در خیابون میرفتی و دیدی از روبرو صدای گراز میاد نترس، اون شخصیه که داره خودشو آماده میکنه واسه توف انداختن. آخه خیابون جای این کاراست؟ شنیدم در بعضی از این کشورهای اروپایی به ازای هر توفی که میندازی 100 یورو جریمه میکنن. بدتر از این میگفت یه خیابون خلوت پیدا کنی، موقعیت مناسب بدونی، تمام محتویات سینوس ها و قیه چشا همه رو با هم هورت بکشن تو حلقه، آماده بشی واسه شلیک نهایی، ببینی یکی از بزرگ فامیل از روبرو داره میاد، چه خاک بر سری میشون وقت تو صورت یارو که نمیتونی بندازی که، و خورتش بدی دیگه. بله، همه چیزمون فرق میکنه. دوستی رفته بود پیش یه دکتر روانشناس، مثل این که یه دکتر عمومی رفته بود، میگفت خیلی دلپیچه شدید داشتم و دور از جون شما با گلاب بروتون بیرون روی و از این حرف ها. خلاصه میگفت دکتر خیلی حواسش پرت بوده، مثل که بهش قرص آرام بخش شده اشتباهی. بعد دوباره رفته بود پیشش، گفته حالت چطور؟ گفت آقای دکتر عالی، تو خودم خرابکاری میکنم این خیالم. یکی از رفقا میگفت تعجب میکنم یه نوزاد 6 ماهه وقتی آروغ میزنه همه میگن ای جان، اون وقت میگم من آروغ میزنم همه میگن زهر ماه. ببین مقایسه هامونو، و از خوشبختی و بدبختی و از خوششانسی و بدشانسی میگفت برای من. گفتم چطور؟ گفت طرف انقدر خوششانسه تو خیابون داره راه میره، یه ساک پیدا میکنه پر از تراول، بر میداره میره و اصلا مسیر زندگیش عوض میشه. اون وقت میگم من تو پیاده رو یه سکه 25 تومانی دیدم، خم شدم وردارم خشتکم پاره شد. چقدر میتونه آدم بدشانس باشه؟ بدبختیه که دوتا نیز از کجا براتون بگم. میگم من قبلنا در ماست موسیر رو لیس میزدم برای لذتش، اما الان لیس میزنم واسه قیمتش. و خجالت کار دستمون میده. میگفت تو تاکسی بودم، اومدم 500 تومانی دادم به راننده تاکسی، 500 یه پاره بود، انقدر استرس داشتم که این نفهمه من 500 پاره بهش دادم، میخواستم بگم همین بغلا پیاده میشم، گفتم همین بغلا پاره میشم. استرس میگیره آدمو، بدبختی یکی دوتا نیست. رفتم آدامس ریلکس خریدم، روش عوض پول خورد به هم آدامس شیک داد باقیشو، روشم نوشته بود جویدنی، نمیخوندم فهم میکردم شیاف کردنیه مثلا. از کجا براتون بگم؟